ترور ترامپ فیک یا واقعی؟ Never give in. In nothing, great or small, large or petty, never give in, except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. هنوز زمان زیادی از ترور ترامپ نمیگذره و یادمون نرفته که اون تنها فردی بود که در دوران ریاست جمهوریش از اعتراضات ایران حمایت مستقیم کرد. اما ترورش فیک بود یا واقعی؟ بستگی داره از کی بپرسیم، از دموکرات‌ها و چپا که خودشون از عاملان و محرکان ترور بودن یا از آدم‌های عاقل و شریف. دوره ریاست جمهوری ترامپ رو یادمونه وقتی کمدین دموکرات و چپ سر بریده ترامپ رو با الگو گرفتن از داعش بازسازی کرد که این خودش یک عامل محرک برای ترور ترامپه و همچنین این چند سال با القاب پوپولیست و راست افراطی هم که دیگه آشناییم. کسانی که از این الفاظ استفاده میکنن در خبرگزاری‌هاشون به دنبال تحریک افراد برای ایجاد همچین اتفاقاتی هستن علیه ملی‌گرایان اون کشور. اینا چیزیه که دموکرات‌ها و کمونیست‌ها نشدن و حالا هم در رسانه‌هاشون خبر ترور رو اینطوری نشون میدن. این شعبه غیر فارسی، این هم بی بی سی و ایران اینترنشنال که شعبه فارسی هستن. رویا حکاکیان از حامیان پروژه زن زندگی آزادی رو ببینین چی گفته. همینا بودن چند وقت پیش از یک جیب بری و رد شدن یک آدم با تفنگ از کنارشون یه حماسه ترور ساختن و آقا میخوام ما رو ترور کنه. اما تو روز روشن خبر ترور ترامپ رو دارن انکار میکنن و میخوان اینو یک اتفاق کوچیک جلوه بدن. شما به صحبت‌های تروریستی که میخواست ترامپ رو ترور کنه گوش بدین. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. نفرت رو توی چشاش و صحبت‌هاش داری میبینی. اینا همشون اینا هم هستن، چه در تفکرات چه در ظاهر، حتی فقط به دنبال حذف گروه مخالف هستن به هر شکلی، حتی با پا گذاشتن روی شرافت. همچین افرادی آفت دموکراسی و آزادی هستن، مثل آرش عزیزی که اگه شرایط رو براش فراهم کنی همچین جنایتی رو انجام میده در مقابل گروه های مخالف خودش. حالا فرض کنی هنوز توییتر رو جک دروسی داشت و ایلان ماسک اونو نخریده بود، حتما روی محتوای ترور ترامپ برچسب فکت چک میزه یا اصلا جلوی انتشارش رو میگرفت. اما این خطر فقط از چپ افراطی نیست، این جریان یه شریک دیگه هم داره که اسلام بنیادگراست، همون که رضا شاه دوم در شرح دکترین خودش توی همایش ملی‌گرایان محافظه‌کار توی آمریکا دربارش صحبت کرد. اگه اون سخنرانی ندیدی حتما برید ببینید، متوجه میشین که چطور شاهزاده این اخطار رو قبل از حمله به ترامپ داده بود. بهتر میفهمیم شاهزاده از چی صحبت کرده وقتی از تلاش گروه‌ها و افرادی میگفت که پشت پرده به شاهزاده میگفتن دست از مبارزه بکش و میخواستن اون رو منصرف کنن. شاهزاده هم گفت عده‌ای در غرب هدفشون بقای جمهوری اسلامی بود برای پول درآوردن بیشتر از این رژیم از طریق مماشات با رژیم، عده‌ای هم خواهان جنگ داخلی و تجزیه ایران هستن برای اینکه خودشون رو بعد از شروع آشوب در ایران قهرمان نشون بدن، کاری که با اوکراین کردن. اول جنگو درست کردن و بعد از اوکراین شروع کردن حمایت کردن که خودشون قهرمان حقوق بشر نشون بدن. همچین گروهای به شاهزاده گفتن دست از مبارزه بکش. وقتی از اتحاد نامقدسی میگفت که تمدن غرب رو داره نابود میکنه، شبه اسلام سیاسی و چپ افرادی داره زندگی ما رو دوچار تهدید و نابودی میکنه. یادمون نره بانو یاسمی همین پارسال از خطر مجاهد و چپ افراطی و ملا گفت، ولی دیدیم چطور افرادی مانند فرج سرکوی از حامیان تفکرات شخصی که به ترامپ حمله کرد چطور این شعار رو کرد پیران عثمون. نبرد شاهزاده رضا پهلوی و بانوی حسین برای ما یک فرصت نیست، یک راه نجات و امکان حیات و زیسته. پس ما هم از این دو نفر سپاسگزاریم، هم باید اراده و کارمون رو بیشتر کنیم تا این دندون فاسد 57 رو هرچه زودتر بکنیم.